بینگایزی کمیل ازم رو میبینم. سلام، امیدوار هستیم همتون زیر صحت و سلامت باشین و حد هر گوشه و کنار دنیا و افغانستان عزیز سلطنت هستیم خوش باشین. گرچه خوش، خوشی محال است، جنون است، فریب است. روز ما افغانا در هر گوشه و کنار هستیم با یاد فراق وطن، با یاد فراق دردهای وطن، رنجهای وطن برای ما. امیدوار هستیم که ما استقامت داشته باشیم. وطن ما بالاخره یک روز آباد و سرشار از تمام حرامی ها و آبادی ها خواهد. با امید سرسلامتی دام خواستم حضی داری که جوار سرعت شما شما با شما حضیزان سلام داریم. امیدوار هستیم جور باشیم، سرعت باشیم. گرسی دردا زیاد است ولی با آنم ما انسان هستیم. انسان ها همیشه در هر حالتی که هستن مجبور هستن زندگی بکنن. اونه هم مجبور هستن زندگی بکنن. ایاد باید شما را بزرگ مرکتای گره نازمینی بود خدا مرد زیاد کنه زیبای خدا مرده از مسئله که مدر بولو سیخ مرمانی سیمینی در یه جایی نمیتونم بخورم باشه. خدا حافظ دوستای نزدیکه، خدا حافظ بامین رادنی سر بد است. مشتر که بسیار بد آمد مجبور شدیم هر دو وطن خدا است. امی اتاقم است، اتاق مسافری، اتاق دور از وطن. این یه فرانسه هست، یک خیال بسیار دلتنگ. مجبوریت مرا به فرانسه بود. من میخواستم از افغانستان برای توی هنرمند هستی نشه کدوم مشکل رو پیدا شد. برامدم از افغانستان، بله، انتخاب کردم خودم. شوهرم در میدان اوی قناعت کرد که باید من برم، ولی وقتی متوجه شد که من میرم از میدان برامد گفت خب دلت نمیفهم، نمیتونم بگویم که برو یا نرو، ایره خودت میفهمی، خودت انتخاب کردی که باید بری. بازم دادله شدم خدای شوهرم نمیخوایم برم نرم. بازم قسمت نصیب انتخاب کردم برم. خوشبختانه یک دخترم هم امروی میگرفتن. دو نفر شدیم، دو اعضای فامیلم شوهرم رفتم. بچه خوردم تا دقایق آخر دمابین اوای گندم بود. منتظر بود شاید چانسش یاد کنم. مدام بین اوای گنده پایین شده بودم تا کمر دو بودم. از زمان فرانسوی ها صدا کرد تمکین از فاصله دو نیم متر باید من بالا میکردم. دوستای عزیز بسیار مشکل است برای یک زن. دست های من فرانسوی ها گرفتن از پایین چون وزنم زیاد است. تو سه نفر من بلند کردن از سر سیم خالدار گذشتم. دو طرف پایین افتیدم. دیگه اجازه ندادن که دوباره به دریا سیل کنم. یک بار دیگه بچه ما ببینم و بعد اقل دست طرف شور بودم که بچه سلام تقدیم عزیزانی که امین اعظم را بیننده هستن. امیدوارستم همتون جور صحت و سلامت باشین. دوستای بی نهایت عزیز و گرامی و خصوصا کسایی که سوال کرده بودن که آیا این صفحه از خودت است یا نی یا کسی دیگر به نام خودت صفحه باز کردن، قربانتان دوستتون دارم. صفحه اصلی خودم است و من خواستم از این طریق از این صفحه و از این دریچه به خدمت تمام وطن دارای از خود قرار بگیرم. دوستان نهایت گرامی، ما و امهات شما عزیزانم، عزیزان هموطن ضرورت دارم. دوستتان دارم، هر جا هستین سلامت، شاد و موفق و کامیاب باشین. سلام گرم تقدیمتون دوستان نهایت گرامی. بعض از هموطنان عزیز ما از کسایی که علاقمند هنر تمثیل ما بود نوشتن تو چرا آمدی؟ تو را خود کابل کسی چیزی نمیگفت.
درست است نازنین، وطن وطن است. هر کجا که هر کجای دنیا که باشی بازم به وطن زیبای آدم نمیرسد. ما او سیده که تمکینه که در وطن بودم در هیچ جای دیگه نیستم، ولی ما شاهد دوران اول حکومت زن ستیز بودم. زن محکوم بود، زن مظلوم بود و زن در خانه بود. حکومت که زنها را حتی حق تعلیم تربیتشان را سلب بکنه، با هنرمند چطور جای است؟ یه چیزی واضح است که ما روحانم نمردم و جسمانم ما اعتبار نداشتم که زنده بمانم. به این نگاه پروردگار عالم دوستای عزیز نازنین، بعضی از دوستای ما در کامنت ها نوشته کرده بودن که بسیار غمگین هستیم. واقعا غمگین هستم، غم وطن آدم غمگین میسازم، ولی میخوایم مال خوشی خودم را شما شریک بسازم. یکی از روزا رفتم در ایستگاه ترن تقریبا 25 دقیقه بود میامد، مرا اوجه خواب برده بود. یک وقت از خواب بیدار شدم، سر کردم که چقدر چند دانه موتر مینی بس است. گفتم خدایا ما این ریاست مینی بس چقدر موترها رو فال ساخته. میخواستم که بالا شم، دخترم گفت مادر بیدار هستی؟ ترن اومدم با تو باید بره. و به نهایت جگر خون شدم که دور از وطن هستم، از وطن نیم سوخته، از وطن در بدر، از وطنی که داغش در سینه ایم است. کاش میتونستم دم وطن باشم. بر صورتش هر جا هم وطن از دوستش دارم، هر جایی که ام وطن میخواییم برش عزت و احترام میدم و وطن خدا هیچ گاهی فراموش نمیکنم. همین جام در خدمت ام وطن های خود باورد. شام خوریم، شام خوریم، بسیار خودم بیزم خودم خواستیم که دور از گزند روزگار در همان خدا بند بیم خواهشید. سلام افغانستان عزیز و سربلند و مردم شریف نجیبم، امیدوار هستم جور صحت باشید. دوستای عزیز، چند پیش محفل را فرانسه به خاطر هنرمندان افغانستان گرفته بود که در اون محفل عکس به فیسبوک افتید و شما دوستای عزیزم، شما هم بطنهای گل معاظر داشتید. اما تنهای نازنینم، ایدو بیان داشته باشیم که شما درد و رنگ دارین، درد دارم رنگتون با ماست. ما رنج شما را احساس میکنیم، ما درد شما را درک میکنیم، ولی ما بیوطن هستیم. رنج ما زیادتر از شما است. بازم اگر شما دوستای نازنینم، شما وطندارای گلم از اون حاضرده شدین، من شخصا از طرف خود از شما معذرت میخواهیم، ولی این را باید داشته باشیم که ما هم افغان هستیم. همیشه به فکر افغانهای خود هستیم، به فکر دردهایشون، رنجهایشون، به فکر مردم شریف کندز که امروز در حالت بسیار بد قرار دارد. ما چند سال به ولایت کندز زندگی کردیم و شغلم از ولایت کندز است. درد و رنج مردم کندز و تمام ولایت افغانستان درد ما است. امیدوار هستم بوزش ما را بپذیرید. خدمتگزارتون هستم. همیشه افغانهای خدا و افغانستان خدا دوست دارم. هموطنان عزیز و شرافتمند، دوستان عزیز، سلام. امیدوار هستم همتون جور و صحت و سرحال باشید و دور از دردهای روزگار. دوستان عزیز، دشمنان انسانیت مردم شریف رو با عزت ولایت کندهار زیبا در سوک عزیزانشان نشاندن. خبر خود لازم دانستم تا از این دریجه بر مردم شریف و با عزت کندهار زیبا، برای کسانی که دوستان خود، عزیزان خود در این حادثه مرگبار دست دادن تسلیت در سوک. کندهاریان عزیز، عمرتان دراز، خداوند شما را با عزت و آبرو داشته باشه و تسلیت برای کسایی که عزیزان خود از دست دادن. خداوند براتون صبر جمیل عطا فرمایه و برای دشمنان وطن ذلت و خواری همیشه موفق باشید. دوستان عزیز، نازنینم سلام. امیدوار هستم که در تمام عرصه‌های زندگی شاد و موفق و کامیاب باشید. میلاد با سعادت سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را بر شما مسلمانان مبارک باد میگویم. از آن درود نثار شما باد.